سرخطی مهمترین خبرها وزیر دفاع ایران برای بررسی همکاری‌های نظامی به دوشنبه می‌آید. بایدن گفت حماس باید نابود شود، اما اشغال غزه اشتباه است. صدرالدین نجف‌الدین به ضرردیدگان هرات افغانستان کمک می‌کند. درود بیننده‌های عزیز، برنامه نویدی بامدادی را با خبرهای نو از تاجیکستان و جهان از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه تقدیم می‌کنیم. امروز 17 اکتبر است. وزیر دفاع ایران محمد رضا آشتیانی در سفر به تاجیکستان همکاری‌های نظامی دو کشور را با مقامات تاجیک بررسی خواهد کرد. با گفته خبرگزاری مهر، آشتیانی در صدر یک هیئت روز سه‌شنبه 17 اکتبر وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان می‌شود. فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان 16 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی سفر ژنرال آشتیانی را در به دوشنبه تصدیق نمود، ولی برنامه آن را شرح نداد. سفر وزیر دفاع ایران در حال جریان می‌گیرد که روابط نهادهای نظامی دو کشور در سال‌های اخیر رو به گسترش دارد. سال گذشته سازش دو طرف در تأسیس کارخانه مشترک تولید پهپاد یا هواپیماهای بسرنشین نوی ابابیل 2 رسانه‌ای شد، ولی تا کجا این طرح عملی گشت نامعلوم ماند. روابط دو کشور بعد سال 2015 سرد و تیره بود و تنها سال‌های اخیر رو به بهبود نهاد. تاجیکستان ایران را در حمایت از حزب ممنوع نهضت اسلامی و چند قتل سیاسی متهم می‌کرد. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با تلویزیون CBS گفته است گروه حماس باید نابود کرده شود. در عین زمان جو بایدن اشغال کامل نوار غزه از سوی اسرائیل را اشتباه کلان خواند، اما گفت نابودسازی حماس و حزب الله طلبات ضروری است. باید یک دولت فلسطینی وجود داشته باشد، باید راه برای تشکیل کشور فلسطینی وجود داشته باشد، گفت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا. بایدن در این مصاحبه که 15 اکتبر پخش شد با ایران و گروه حزب الله لبنان هشدار داد که از دخالت در این نزاع خودداری کنند. رئیس جمهور آمریکا این را هم گفت که تا این دم هیچ دلیل در دست نیست که ثابت کند که تهران پشت حمله اخیر حماس با اسرائیل می ایستد. با نوشته برخی رسانه‌های اسرائیلی اخیراً ایران هشدار داده است که اگر موشکباران نوار غزه قطع نشود، آماده دخالت در جنگ اسرائیل و حماس است. نشریه ز جروسالیم پست گزارش داد که هشدار ایران با میانروی سازمان ملل به اسرائیل رسانده شده است. درگیری میان گروه حماس و اسرائیل 11 روز است که ادامه دارد و باعث کشته شدن صدها نفر از هر دو طرف شد. صدرالدین نجف‌الدین سراینده تاجیک مقیم کانادا میخواهد به ضرردیدگان زمین لرزه ولایت هرات افغانستان کمک نماید. این سراینده معروف تاجیک با پخش نوار در شبکه‌های اجتماعی گفت یک قسمی درآمد از کنسرت‌هایش را همچون کمک به هرات افغانستان میفرستد. برنامه های کنسرتی صدرالدین در نظر است از 11 نوامبر تا 31 دکبر امسال در یک قطار شهرهای اروپا از قبیل استکهلم، آمستردام، وینا، فرانکفورت و هامبورگ برگزار شود. حجم کمک های او فعلا معلوم نیست که چی مقدار خواهد بود. تاکید نموده است که تصمیم گرفتن از فروش هر یک بلیت 5 یورو کمک به جبردیده های هرات افغانستان رسانند. صبح 7 اکتبر زمین لرزه در ولایت هرات ثبت شد که در پای آن بیش از 2000 نفر جانشان را از دست دادند. 11 و 15 اکتبر نیز زمین لرزه بار دیگر برخی از منطقه‌های افغانستان از جمله هرات این کشور را تکان داد. مقامات تاجیکستان گفتند به مردمی از زمین لرزه ضرر دیده ولایت هرات افغانستان کمک بشردوستانه میفرستند، ولی معلوم نیست چنین کمک‌ها چه مقدارند و کی به آنجا خواهند رسید. 15 اکتبر روز بین‌المللی زنان دهات است. در تاجیکستان کم کسان از این روز یادواری میکنند، هرچند بیش از 70% ساکنان در دهات زندگی میکنند. خبرنگاری رادیوی آزادی در آستانه روز زنان دهات به یکی از دهه‌های اطراف دوشنبه رفته از احوال زنان پرسان شد. حیات زنهای دهات اول سحر خسته اساس از حول روی خانه در تازه کردن، فرزندای به کار گسل کردن، چای میکنن و مثال گسل کرده، بعد دوام میتین زندگی خانه، کاری خانه، زمین باشه کاری سهرا، نباشد کاری خانه. ما از سهر گودوشی میخیزیم، گودوشی میاغول، گومول میبینیم، خمیرکنی، نونپزی، خوراکپزی، بچه ها رو به کار روان میکنیم، چی؟ بچه ها خیلی کاری دولتی، کاری چی، استودینت، خدمت بود کردن میبینیم.
ها مشکلی هم یه که بعضش ای هده کرخانی میشه ما حق مشکلی هم نیسته ما زنوی پیشینه میتونیم کور ای کور پیش میرویم میخیزیم برفتی چینی خونه با کوری زمین و دهقانی ما پمیدور ممیدورو هم ما خمون میکنیم ما زیراتوی همی زمین خمون میکنیم با دست خمون خمون میکنیم خواه ما مشکلی هم خواه شلوغ ده همون خواه که کمتر همی کورمون چیز ترکه وای ترکه چیز قوقینی استو اما مهنت مون وای خمو میکنی وزی من ترای او حیات دهو خواه اول با دست کندو میدردی عرف آوز خیلی شده ده کنی هم با تکنیک ترکتر کور استفاده میبرم با ترکتر تکنیک هم استفاده بوده میشود خواه اکثریت مردم ما مرد های ما در همه بسیارش در مهاجرت هم مثل همه کور بوری هزی همی زندگی مشکلی در همه در سری زن ها هست مثل همه کوری هم مرد ها رو کرده استودن هم کوری زن مثل وظیفه خودشون اجرا کرده استودن مثل بزرگی میکنن کوری خونه را میکنن مثل جوی شما دگی یکی کوری مردون را هم کرده گیا یک تا پسرم حاضر از خدمت حربی اومد یک هفته شد دیگر دو تا دیگرش در مهاجرت مهنتی پسرو کلون شد وقتی زنگریشون مهاجرت مهنتی رفته کار میکنن مهنت میکنن میبیان زن میگیرن خودشون خیلی حوزی هستن جوانوی که مثال وای میکنن خوندارشون میکنن بسیارش تیار نیستن خیلی مثال بسیارش هستن ای هدش می روین تیار نشیده گیوش خیلی ما میکلین میکنیم خمون تیار میکنیم خیلی که ویور باید یوشن کم ویدیو یور بفهمیم و بسیارش نمیفهمن خشتو منو مثال کلونو نمیفهمن ما میفهمونیم هم یورا که آینده همیو بو نقص شوه هنری نون پذیر از که اومخته؟ از خلا همیو گرفتم چون که من در زندگی آماده نبودم خشتو منو یاد میتیان اما کلا در شهر گوه نمیدوشن بعد هده حولی نمیرمان حولی نمیرمان بسیار کار قصوخ نمیکنن نان نمیبندن در شهر دوشنبه 16 اکتبر مراسم نخستین جشنواره بین المللی سینما با نام تاج سامان افتتاح گردید این چهارمینی 16 اکتبر بخشیده به روز کینوی تاجیکی در همین سنه تجلیل میگردد برگزار شد در آن مهمانان از کشورهای گوناگون از قبیل روسیه، ازبکستان، مالدو، آذربایجان، چین، فرانسه، هندوستان و پاکستان و قزاقستان اشتراک نمودند. این جشنواره در نظر است تا 19 اکتبر ادامه یابد. محی‌الدین مظفر، کارگردان تاجیک در صفحه فیسبوکی خود اطلاع داده است که در دایره این جشنواره زیاده از 70 فیلم نمایش داده می شود و ساکنان امکان دارند رایگان فیلم ها را در کینوتئاترهای کیهان، کاخ نوروز، وطن، زبونیسا و پرفنان تماشا کنند. رشد سینمای تاجیک یکی از هدف‌های این جشنواره گفته می‌شود. معلوم نیست تا کجا تالارهای سینما از تماشابین پر می‌شود. سال‌های آخر انتخاب‌ها از وضع سینمای تاجیک بارها صدا داده است. بخش یک روز تاریخ را همکارمون خیرمان بقازاده آماده کرده است که تحولات مهم‌ترین تاریخ را در روز 17 اکتبر فرا می‌گیرد. هفدهم اکتبر سال 1943 شادی شبدولوف تولد شده است که در تاریخ سیاسی تاجیکستان چون رهبری حزب کمونیست و یک وکیل تنقیدگر و آشکارگوی پارلمان تاجیکستان یاد می شود. شبدولوف که سرکوبی آزادی ها و گوناگون اندیشی و هم قانون شکنی ها را در انتخابات ها تنقید کرده است گفته است پایه اقتصاد زیربنای هر کشور است. رهبریت باید به زیربنا توجه کند نه اینکه همه مالکیت را به این طرف و آن طرف به هر بهانه تقسیم کند. نتیجهش رو امروز دیده ایستاده ایم. از سنه 17 اکتبر سال 1987 با دستگیری سازمان ملل متحد روز مبارزه با قشقی برپا می شود که هدفش یادآوری از مسئولیت در برابر مشکل ناداری و قشقی و نابرابری است. قشقی یک نوی دیگری پایمالشوی حقوق انسان است و هدف از اعلان روز ویژه جلب کمک و سرمایه ها و هم برنامه های پشتیبانی از اقتصادهای ضعیف و کشورهای در حال سنگین اجتماعی و اقتصادی است. تاجیکستان به فهرست کشورهای شامل می شود که سطح ناداری در آنها بلند می باشد. 17 اکتبر سال 2008 حکومت تاجیکستان برنامه اصلاحات ساختاری شرکت ملی هواپیمایی تاجیک ایر را تصویب کرد که آن را منعقدان نقشه ورشکستگی شرکت زمانی موفق و پیشرفته هم می نامند. شرکت به 6 ساختار علاهیده فرودگاه های دوشنبه و خوجند،
کلوب خورغانتپه اداره توجیک ایرنویگاتسیا و هم خودی توجیک ایر جدا شد و تدریجان کرو در آمدش به نیستی رسید. میدانی پروازها به مناپولیه سومون ایر تبدیل شد که بنا به تحقیقات ژورنالیستی نظارت پوره کرو در آمدهای این شرکت خصوصی را نزدیکانی پرزیدنت تاجیکستان در اختیار دارند. صبح امروز در بانک‌های تاجیکستان 1000 روبل روسی 113 سومونی و 100 دلار آمریکایی 1097 سومونی ارزش دارند. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سومونه رادیوی آزادی با نشانی آزادی آرگ و آزادی موبی پیدا کنید. فردا در همین وقت و ساعت شما را انتظاریم. خدا نگهدارتون.